شانز میلادی، هفت شام با وقت کالیفرنیا، ده شام با وقت شرق امریکا و کانادا یعنی تورنتو و نیویورک و دیگه جای دنیا هر بجه که از خودتان جمع امروز مصادف بود با روز شهادت قهرمان ملی کشور ما، کسی که سالهای دراز جنگید در سردترین سرماها و گرماها شب و روز تا آخرین نفس و تا آخر. اما این دلیل نیست که احمد تامس با یک مرد در صفحات تاریخ ما تبدیل شد. هنگفته از هموطنهای ما یک دقیقه زبط باز باید زنگ بزنیم. هنگفته از هموطنهای ما ها ازار جنگیدن و جانهای عزیزشون و هر کدام از اونا در دل و در ده و در وجدان ما جای گرفتن. دوباره زنگ میزنین دوستان، ببخشید. چیزی که مسعود کرد مجموعه یک سلسله چیزهایی بود که در دیگرهای ما یا کمتر وجود داشت یا نتانستن که اوقدر سالهای دراز بتانن زنده بمانن و بجنگن تا که او سمنک خاص ازشان قوام بگیره و پخته شود. بلای نمیگیرم چون زنگ آمده میره نمیخوایم. بفرمایین دوست عزیزم شفیع یارست. خدا معرفت کنین. سلام شفیع یارست. سلام علیکم دوست. خوبست این امشالا؟ خوبست. شکر. شکر. بفرمایین. من هکی من هکی سناو در بله نام محمد یافتی و دار برنامه شما رو مرزی و سنی یک سال رو وقت شما اینجا و بسیار من برنامه شما نه و آموزنده هست اصفت همیدین و هم یکان شما در یک مبسار بمی از یوتیوب و همه می کنید شما را حال فالو در کجا تشریف دارین آقا یا من در اتفاق تنگی می کنم برنامه شما دیدم و شما بیدار برم می رسیدن و در باره همه شده که بگیم سال و باور کنید تا هوا تا دوازن به شهر یک به شهر همی جای شما را با بسیار قابل زنی باید در که شما را باید داریم باید دانستیم. پاس میکنم دوست عزیزم. امیدوارستم که هموطنهای عزیزم امروز باور کنیم که من منتظر شما بودم جای دیگر سامن شما با تماشا هم تشکر خوش بستانم تماشا را ما آسان شدیم دار خوش شدم در تشکر دیگر امین که شما دارین دار قابل دیدنی و بسیار برنامه خوبش من دوش کم از یک زمون باور کنم یک خدمتگزار کاش که در وطن خود می داشتیم و ما برای شما میگم که وطن از آدم های مثل ما کم نداره منتها یک پشت دزد و خائن و وطن فروش استاده هموطنهای عزیز ما که تجربه دارن و قلب پاک دارن و یک ذهنیت آگاه دارن اونا را تیله میکنن، مور میزنن، میکشن و خودشان در مصیبت اول دزدیدن قرار گرفتن و ما تلاش ما دمیست که ما خط اول پاک کنیم از این کثافت ها تا که هموطنهای دیگه ما در خط اول استادشن و ما بتانیم که هموطن عزیز خود نجات
بسیار خوش شدم دوست. تشکر، زنده باشین. عزیز ما یک استعداد بسیار بالا و ما بسیار خوش شدم تماس شدم دوست. دیگه از من معنی تنها زندگی نکنم. فامیل من یک افغانستان است و همین دردهایی که شما میگین ولی فکر میگین کل شما دار دمیخ همیتا دل دل دیگر کلیگی اومده با تشکر فکر بین زنده باشین. یا تشکر دوست عزیزم. واقعا نمی وضع مملکت ما مطور قطاره یا آقای که فکر میکنه که مگه پای از یارم میزنم بخاطر ازی که ما او درد اسم میکنم و در افغانستان نیستم سال هاست. یکان دفعه هموطن ها عزیزم میگن که اگه یک دلت با وطن میسته چرا نمیایی. امروز تکنولوژی در جای رسیده که دن فیزیکی در یک جای ضرور نیست. در یک مرحله شاید. اما برای فعلا ما ذهنیت ها را باید آگاه بسازیم. قلب ها را دش احساس بگذاریم. دست ها را به هم دیگه نزدیم. و یه نوبت از یام میرسه که ما در افغانستان بیاییم. شده نیست و یه آمده نیست. اتنه نیست که ما در یک جای خود پد کرده باشیم. مگر پیش از این که ما از این نقطه الف به ب بریم که باید یک سرک اونو سرک یک سرک فکری است که باید ذهنیت ها آگاه ساخته شه مردم بفهمن که ما چی میکنیم. اونو وقت باز ما میتونیم که داخل عمل شویم. ما امیال ساخته میریم. بزرگترین چیزی که ما امیال ساخته میریم ایست که ذهنیت های هموطنهای خود در عین صفحه قرار میدیم. مردمان نظرات مختلف داره به اساس معلومات های مختلف. بنابراین هر کسی یک رقم دیگه فکر میکنه. ما یک معلومات واحد جایگزین از او میسازیم تا که هموطنهای ما با در نظر داشت یک معلومات واحد بتانن یک نظر واحد داشته باشن. اونو وقت باز ما میتونیم که در مرحله دیگه از این مبارزه که مبارزه عملی و سقوط این حکومت بود. ولی به هر حال ما گفتم که امروز مصادف است با شهادت مرد بزرگ و گفتم که در اینجا صدها هزار نفر جنگیدن و یک یاد محدود در جای رسید که بتانیم او را به یقین میدیم. اگر چی در این وطنه که کل ما اقدر تقسیم دیم اصلا هیچ کس نمیتونه قهرمان میدیم و در واقع هر کس به یک رقم میتونه قهرمان یک نفر باشه. اما اگر در افغانستان همین مسائل قوم و نژاد و لسان و سکومانیم و واقعا صادقانه میره قضاوت نیم احتمال داره که زیادترین نفر با می منصفانه نظر بتن که بله بیتانیم که احمد قاسم ایتام با ایسی یک مرد که تا آخری نفس خود تا آخری جمعه بتن او تنانه برانه احمد شاه مسعود یک مرد بسیار هوشیار و دیگه چیزی که اکثر مردم کمتر توجه میکنه که یک مرد بی‌نهایت جوان در بدترین شرایط در مملکت ما کوشش نکرد که مردم ها را بکشه. همی امروز یکی از دوستان میگفت که خانم سرای آبها میخواستن یک پارچه شعر از خودشان یا داشتن در مورد احمد قاسم در تلویزیون ما بکنن و علاوه کنن که اینا در پنشیر با آقای مسعودن و خانم سرایا بها خانم برادر آقای نجیب یک کتاب در روی اشتفه از زندگیشان و تجارب زندگیشان برشته تیر در آورد و ما فکر میکنم که یکی از نمونه های مهربانی مسعود است.
یعنی برادر آقای نجیب، اگر برادر مسعود حکومت دموکراتیک گرفت، فکر کنین که بیکرد. اما برادر آقای نجیب تنها که زندانی نمیکرد، شکنجه نمیکرد، بلکه با خانمش صحیح و سالم تا پاکستان میرسانه و اینا میتونن از به کار دل خواهیم و همراه خانم خواهیم همی وقتهای نزید آمد کرد. یعنی از کسایی است که خود بسیار شیفته احمد شامسون و او به خاطر مهرب و به همی ترتیب یکی آده کسای زیاد را مسعود گرفت. اما یک تنک اکثر از ما خانستن که زنده بمانند. دوست عزیزم شفیعه را سم بفرمایین روی خط خود معرفی کنیم. سلام، کی هستین؟ اسمت شما؟ آقای نجیب الله بفرمایین، خوش آمده. آقای امیر یکان دفعه برنامه ما میگم و گفت شما اقتصاد درست است که صرف نظر از اینکه یکی آده هموطنهای ما خود بوده یا بعد به نظر شما آقای خانی یا بلاخان اینا مؤثر نبود یا بطور که ما میخواستین نبودن و بهتر است اما به این فکر کنیم که آقای خانی بلاخان و غیره و غیره اینا آدم های بسیار برای ما شخصا اینا را احترام میکنم به خاطر از این که در یک زمانی که وطن ما در اینا تفنگ گرفتن تات شدن جنگی در اون روز اینا را ما به یک خوب یکی خوب کسایی بود در حکومت بودن اینا را بد میدید و اون نظر از اوناست
اما متباقی مردم افغانستان اگر به یاد داشته باشین در زمانی که آقای حفیظالله این مردم را می برد، آقای ترکی نیکوش بعدا نمی ادامه یافت، اینمی مردم ها در خط اول استاد شدن. دو سیزم یک دو دقیقه بعد زنگ ما تلفن تا نگشتم میگیریم یک دو دقیقه بعد اینان اینا را ما بدیده امو زمان می بود. حال یک زمان دیگه است. حال بدیده امروز اینا را روز شان اختاقت نمی کن. ولی اینا احتمال داره. ولی احتمال داره که حال دیگه اگر امروز شان امروز ببینیم ما با یک دستم که یک جنگل نمیتونه سالم بمانه مگر اینکه درخت های خرد و جرش کنه و درخت های کان آیست آیسته جای خالی کنه آفتاب بته آفتاب برسه به درخت های خرد. اگر که این کار نکنیم یا اگر این کار نشه ما یک رهبری سالم نمیداشته باشیم طرف نظر از اینکه ناخوب بود یا بد. در قسمت قهرمان ملی در یک مملکت که مردم اینقدر تقسیم شده مثل افغانستان امی آقای مزاری را چند نفر پشتون امی را قبول میکنه و عیسی اقیقان یا چند نفر هزاره قبول میکنه اشرف غنی را و عیسی قرمان یا گلوینه چند نفر ازبک قبول میکنه که امی به طور مثال کرزه قرمان است. اینی یک گپ است که اینی یک گپ هسته که ما نمیتونیم یک قهرمان ملی در یک کشور داشته باشیم که وحدت ملی نداریم منفعت ملی نداریم. اما مقایسوی میتونیم گفته که شما قهرمان ملی هست. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار. سلام علیکم آقای عیار. سلام دوست عزیزم بفرمایید. خوب هستم شکر کنم با شما با تماس شدم. برنامه های بسیار عالی دارین. خدا هم با شما کمک محفظ باشید در همه امورا. خودی و شخصیت کمک آمدید بر شما بگویم که یک شخصیت اما در سان پیروانش به شفاول و دارایی بود مسئول زندگی شد. در سان اخرای مسئول اونا تا پیش نبودن که یا اصطفر باشه ما یک کفت اصطفی داشته باشه که روی من آفیش اصطفیش فکر نکنه و روی من آفیش و روی من آفیش تمامی از این و کلال آزد بکنه یا وقت ما را نمیم محفظ کامل باشین. تشکر دوست عزیزم. ما فکر میکنم که اگر ما با یک دیده باشیم نه پیروای مسعود دانستن مملکت نجات دادن خود بازیم کار نشد و ما فکر میکنم که در افغانستان هیچ کس فکر نمیکرد که امی پانزه سال باشه. وقتی که امریکا آمد ما خودم فکر کردم که امریکا آمد افغانستان طالبا دیگه از بین رفت القایده دیگه از بین رفت. اما ما باورم نمیامد که برعکس اینا کمک میگیرن حکومت طرفدار پاکستان در افغانستان اتا تا سرحد افراط انتخابات ما فکر میکنم که نه تنها برای طرفدار احمد شاه مسعود بلکه برای اکثریت ما یک چوبه کان بود. یعنی ما باور نمیکنیم. ما فکر میکنم حداقل 10 سال گرفت که کم کم نفرهای کشورترین بود با در این شکل ولی نمیشه یک خرابی است. اگر شما فکر کنین همی مردم های سمت شمال از همی دوستم گرفته تا شورای نظار تا جمعیت تا کلگی صادقانه در همی حکومت یک باشدن با برادرهای پرسون ما همچنان تا یک طالب. اما بعد از 10 سال مملکت ما مفتی یا شد و تا ایسته به طالب داده شد و کسایی که توقع داشت که حکومت باعث نجات میشه باعث غرق شدن یه ترقی و رفت
قدرت مملکت. فکر کنم که امروز تازه بعد از 15 سال مردم همه هوشیارتر شده. حال مردم حداقل فکر میکنه که ولای نمیشه کرزایی که تیلای تیغ تیغدار خود در کلی خود و اشرف غنی و کسایی که تزیا الله و لشکر دادن کل از یک دو احتمالا مردم آمدن که وطن ما را خراب کنن. بنان ما در این تنها هم وطنهای ما را که با آقای مسئول چی نمی کنم نکوش نمی کنم. بفرمایید دوست عزیزم شفیع ارسم خدا معرفی کنین. باشین آقای ارسلام برسن. سلام عرض کنم. صدایی که فعلا در جیان است توی شما. بله. فعلا همی کسایی که زن میزنن آوازشون بسیار بخش بدهن. خب اینه ما همی صدا رو همیال بلند کردم. شما صدای خود اگب دین ببینین که در تلویزیونتان درست می باشه؟ بله. حال صدایتان خوب بود؟ نخیر. در اون صورت ما فکر میکنم که احتمالا شما یک مشکل در وجه داشته باشین. چون دیگه دوستا برای ما ایجای یک نوت ماندن که صدا را کم بلند کنم. بعد از اینکه بلند کردم مثلا آقایی که پیش شرکتم زنگ زد کدام مشکل نداشت. مگر ما خودم در اینجا همی چیزی که میتانستم کردم. و یگانه کار دیگه که میتونم که اینی مایک خودم ما در امی پیش استیکر از این چی میمانم. امیدوار استم که یک ذره بهبود ببخشش. اما در این زمان اگر که انوزم مشکل بود احتمالا اتاق تکنیک ما باید یک کار بکنن. ولی حال این حال که شما یک گپ بزنین ببینین که چطور است. حال که شما گپ دین؟ بله. بله آقای. بله. حالا شد یک چیزی؟ یا نه؟ بله. بله صدا نمی آید از شما؟ بله. ما صدای شما رو ما می آید. بله. صدا صحیح نه. خب. بسیار خوب. خیلی ما مایک چک کردم. بسیار تشکر دوست عزیزم. تشکر. لطف کردین. خواهش میکنم. حالا. دیگه از این خاطر امی هموطنهای ما که بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار است خدا معرفی کنین. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم خوب هستین؟ شکر شما شده. شکر دوست عزیزم بفرمایید. چیزی راجیب هم مسئول بگیم. بفرمایید شما زنگ زدین بفرمایید شما چیزی دارین که بگوین؟ این کرمانی مسئول در کجاست؟ چهار تا طالب شیفتی آمد این از کابل چادری به سر خود کنه گریختان پس برد به غاری در پنشیر این بگو قرماری بلیدن. اگر تو بگویی این چیزون چهار برای بد میره این ناموس مردم کابل علاق از گریخت بس بری بود آقای بود پس به غار خود رفت دونه تو قرماری بلیدی قرماری بلید کسی مثل وزیر اکبر خان واره تو تنچه خود را کشید مکناته را کش تو یه جنگ نکره سمار تروتی با روس بود دوست عزیزم یا تشکر از نظر شما کل اگه ما عقل داریم که نظر خدا بتیم در قسمت قرمان ملی وزیر اکبر خان گفتین یا محمد خان گفتین اگر به تاریخ مراجعه کنین آقای دوست محمد خان وقتی که مردم خیز لشکر انگلیسی هست انگلیسا یک خط از پدر دوست محمد خان که از وایسرای هند فوراً آورد و شاهدم یک آینک با دستار دوست محمد خان بود در او خط دوست محمد خان نوشته کرده بود که بچه این تا دیگر جنگ نکنه. آقای دوست محمد خان لشکر مظفر و روز مردم گفت که ما دیگه انگلیس غرض نگیرین و عساکرشان را بدرخه کرد از مملکت. این حال ما دینین جا تقسیم شدیم کسای را قهرمان میگیم و کسای را خائن ملی میگیم و کل ما حق داریم و
مثلا شما گفتین چادری در سر خود کرد بریخت از کابل. در افغانستان به طور مثال ما شما امان الله خانه و ایسی قرمان میشناسیم و ما میشناسیم. ما بزار دوست دارم امان الله خانه. اما در کابل جنگ نکرد برامد. اینال ما نمیتونیم خدا ناکده بگویم نیتو جنگ نکرد. اما شما مسعود یک استراتژیست ساخت. میفهمید که در کجا جنگ کنه، چطور جنگ کنه، چطور براید. یک مرد که از نقطه نظر نظامی رسیده و یک رهبر درسته، او خود تا آخری نفر در کشتن نمیکرد. وظیفش نجات اسلام میبود. بناهن زنده ماندن از او یک کار مهم است. اما مسعود تا آخری روز جنگ کرده که این نظر شماست، این نظر ماست. بفرمایید دوست عزیز شفیع یار هستم، خودم معرفی کنین. آقای شفیع یار سلام، نام سعید مشکور از سکرمتو. شکر آقای سعید فضل، خدا شما خوب هستین. تشکر بسیار زیاد. ما میخواستیم از کم کلمه خلاص کنیم. بفرمایید. تشکر از این که از روز احماس شما متدیل میکنی واقعا قهرمان ملی بود و به افغانستان بسیار زیاد کارهای نیک بسیار زیاده کرده و برادر که بیشتر زنگ زد خودش چرا نکابل نمیتابل دفاع میکنه میگم زرن آسان است و هم اکثر ما و شما ما بسیار مد بود فکر میکنیم ما و شما دانشگاه افغانستان یک سلیه بود که بین دو ابرقدرت دنیا شرق و غرب در وقت دوباره جنگ کرد افغانستان مثل یک میدان استفاده شد و بین دو ابرقدرت افغان ها اصلا فرصت نداشتن تصفیق با بکنن و استفاده شدن و افغانستان افغانستان هم بین ابرقدرت های جهان استفاده میشن و با سلاح افغانستان همه قبلش میتنن که نمره امریکای فلسطان نگر که مثل نزیافت نشن دیگه ما شما با کسی اکیزی توسوم بزنیم بزنیم افغان ها رو یعنی ما شما مثلای زنانالی و نظر بیدیم و مخصوزت های هست مملکت های همسایه هست ما شما رو نمیمان و ما شما میشه میگیم ما تاریخ 5000 سال داریم ما مسلمان هست اگر ما یک آیت قرآن شریف از سعیل و کن همون اول بکنیم برادر کشی نکنیم قیبت نکنیم پشتون تاجک افغان کلش یک دوشه و یک اتحاد بکنن تست بکنیم مکتب های خدا یونیورسیتی های خدا پیش ببریم بهترین یونیورسیتی های موجود داریم تا چه وقت ما گرایی میکنیم مملکت ها و هنات ها میگم ما افغان هستیم ما قهرمان هستیم و ما تاریخ 5000 ساله داریم این تو استاپ بلیمینگ دی ورلد این استارت تیکینگ ریسپانسیبیلیتی ما مسئولیت خدا تا وقتی ما مسئولیت نگیریم به دوش ما افغانستان آزاد آرام سکنه نمیتونم کاملا افغانان اکسکیوزز اند گو افتر دت خواهش میکنم این دوستان مردم ما بسیار زیاد زجر و افغانستان توی دیگه اصلاب آرام نمانده شوار افتار افتار پنج سر مردم افغان تکیز و افتاری دارد چل سال جنگ فقر بی تحصیلی نارسد که کسی که کرد یک کن نفر اگه ما با حال داریم دارو کسی فرصت نمیده یک قانونی دمون میدنه یک خانون قانونی نباشه این و سیلا چند برادرهای دیگه نباشه افغانستان کسیش میبرن یه دیگه برای خیلی شما بکنن این خوش داره که بسته لاد میشه تر تبدیل تاریخ باشه فامیلیش تر تبدیل باشه این تحدید باشه این کار آسان نیست مردم یکان بسیار با پای آسان نیستن و باز ما با دخت شام مسئول استخدام میکنیم و چه پنج ساله من یکانه نفرهای چند نفر مشناخت یکی هم از ظاهر بود یکی هم شام مسئول و با وجود کار میکنیم برای ما و نسل آینده یک خوب میده یک امید میده یا سهر مملکت بخشی رو دارن و دوی که خیلی میباید رسپکت بکنن بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد از شما تشکر دوست عزیزم یک ما بگه پای شما موافقتم اما یک اب زدین گفتین که اگر خانی و امین افغان ها باشه افغانستان که پیش میبره افغانستان متاسفانه هیچ کس پیش نبرده هیچ کس پیش نمیبره آقای احمد شاه مسعود خود فدای مملکت اما او وطن در داتش سخته بود که نجات دادنش وظیفه و امکانات یک نفر نبود یعنی 15 سال امریکا دو سزیم یک ثانیه روی خط باشن یک ثانیه حالا شما سعی کنید این 15 سال پادالر آمد همون رهبرهای در مغز دنیا میگن کل عسکر ممالک باشه بکنید همین سال این آقای شبانی
14 سال هم بود. هیچ. تو میتونستیم از یک آدم بیچاره که در 5-6 بود سلخان میخواد جنگ که تا آخری قطعه. اونمو توفه مسئول. آخری قطعه خون خدا برای داد. وطن تا نفرو مردم تا نکن. هنوز هم آمدی که زن واره گفت. بفرمایین دوست عزیزم شفیه رسم روی خط هستیم. سلام علیکم سید. سلام دوست عزیزم. شاید او وقت حاجی کشمی شاید در او وقت در کشمی زندگی هم میکنم. بفرمایید. گفتیم مثل بله کابل بودم. همین کار شده. بله. دیگه دیگه از بیداری ما سر پسکلشتن بخورا رو نظر میکنم. نه اینه که من چطور پسید در بیر خود خود از آدم اول اشی گل بودید و صد نفر میرد کلاکت نزند بیشتار که این مدر بیداره از آب نکن. زامت دادیم شما رسید. تشکر. یک کار دیگه کنیم ما امروز امروزای دیگه کنیم. مثلا اگه یک دوست ما زنگ زد دیگرهای ما با زیاد نمی کنیم که اون نفر که زنگ زد بایدیم باشه نمی کنیم. اما دوست ما امو عقداش نظرش آمد دون دو دشنام امو گفت زد و کلی یک داره. باز کسایی که زنگ می زن نظر بونه اسکاله ایش دسر از او گپ نزد. اما تنهای دیگه ما که می بیدون در نظر داشت از میتونن نظر خدا بگویند به طور مثال در او زمان این قضیه بود. چون از این که بگویم امو برادر ما کردن. چون باز مردم ها آیست آیست به شخصیتشان برمیخوره. او میگه من یک زنگ زدم گفتم حالا شما تمام برنامه میخواین که برد. یک چیز منصفانه نیست. از این خاطر کسای دیگه که زنگ میزنن باز نظرات تانه بتونن از این که به نظر یک آدم دیگه کدام رابطه داشته باشه. هموطن های عزیز ما هر کدام ما در یک مملکت نظرات خاص خود دارند و این رو باید احترام کنیم نظراتشان مگر نقطه خود برشون و این دروازه رو واز میکنه برای از این که یک افهام و تفهیم صورت بگیره. همی هموطن ما ما یقین دارم گپای دل کار بده در چیزهای اس کرده با امون نتیجه رسید. یا اغدای لسانی و نژادی و مینا از آقای وزیر اکبر خان گفتن با خدا می تاریخ افغانستان که ما خانده ایم بارها گریه کردیم و بخصوص همی کسی را که ما قهرمان میگیم همی شعر بیدل بود که بیدل از فخری که ما داریم باید یکر یا بیدل از فخری که ما داریم باید آر داشت. یعنی این نیست که خدا ناکده ما بگویم که وزیر اکبر خان به قوم خاص رابطه داره. نه بیدون از اینمی دوست محمد خان باعث یک قهرمان برای ما تدریس شده بودم درست نبود. وزیر اکبر خان باعث قهرمان اما اینا درست نبود. ما که یک وقت از افغانستان بر آمدم دوست عزیزم یک دقیقه روی خط باشین. ما که از افغانستان بر آمدم دمی موتر طرف هند میرفتم از پاکستان مزاره رو دیدم که سبز و مزرعه پشت مزرعه از سرسبزی و دریا و یوی خنده کردم گفتم ولی تاریخ خوما میفهمیدم که غلط برای ما درس دادن اما جغرافیه رو هم غلط درس دادن. افغانستان عروس یا عروس یا این هم مملکت ها. بفرمایید دوست از امروی خط هستین شفیه هستم خودم عرف. سلام دوست از امروی خب هستین نه مال در سلک تیویستم احتمال داره که تلویزیون ما از طریق یوتیوب هم پخش شود اما ما نمی فهموره یا ایست که کدام برنامه دیگه ایم از جمعی اینمی گپ اینمی حالا که با ما گپ می زنیم در تلویزیون است. ما خود از دیگه تلویزیون خودتا می بینیم بباسی نمی خواهیم وقت در تلویزیون تشکر آقای وردک بله. آقای وردک با خدا یگان دفعه من خود من نمرفم من یادم از
یعنی ما ازت باید معذرت بخوایم. ما یادمه و گپایتان هم یادمه. مکتبیم در مکتب محمود حسکی هم بودیم. ما هم اونجا بودیم. آقای جنبی رحمان بابام در مظاهره هم. تو مظاهره هم میرفتیم. وقت نمیگیرم. حال من وقت نمیگیرم بزکیت گرم. خیر باشه آقای وردک. تا خوشحال شدم. ما از شما معذرت میخوایم. یکی یاد از دوستای ما از این گله را داره. گله روی شما. اما همی وقت یک رقم. همی نفرهایی که همی وقت تقسیم کردن یک روز باشه و 24 ساعت نمیره اگه اشتباه کردن. و اگر این رو می ساختن که یک روز مثلا یک هفته باشه و یک هفته هم مثلا 4 ضربه 7 هفته 4 هفته 8 188 میشه 168 میشه که باز ما غلطی های حسابی مردم ها گرفتیم بازه ای غلطی ما نگیرن برحال اگه اونا تو می بود با خدا ما با کل شما زنگ می زدم ولا بارها ما خجالت میکنم یک کسی برای مسیج میمانه یا یکان دفعه دیگه هم مسیج میمانین مثلا نمره تلفن نمی باشه از جمله یک خانم به نام زلیخا نگاه امیج مسیج مانده اگه امورم میشناسین کمکش کنین که امی تلویزیون ما را گرفته بتانه بفرمایین دوست عزیزم شفیع عیار هستم روی خط هستم خدا بله سلام علیکم سلام دوست عزیزم خوب هستین خوب هستین خیر خیرتی از جان شما جور تشکر من خدا کنه که یک حرف بزنم که ماین نکنی از عرف من میخواد بفرمم خود شما دانه امی تلویزیون را پیش ببرین و رایی و آن و این بسل منظور شما از این پرتی هست آیا آسان است ما ایش کار نمی شما ما هنها اگمی است خب ما ایش کار نشدم دیگه کدام چیز دیگه است قابل کار شدن باشه نه یعنی من خواستم بفهمم منظور شما را از کار اگر نگر شما ایر به خاطر روشن شدن و به اصطلاح به حساب بیدار ساختن مردم است این یک کار به نظر قبال ایقه تلویزیون های دیگه روی و آنهاییم چیز را نگرفته از این که منظور من اگر خودت یک وطن پرست واقعی هستی به خاطر مردمی کار میکنی و واقعا عطب سیاسی دیگه نداری از این که بهتر نیست که در داخل افغانستان یک مکتب را اسپانسر شوی یا یک جامعه که مردم بیوا و زن بیوا و دیگه بیشتر اونا را یک اسپانسر شوی کمک مستقیم کنی از این پشت تلویزیون شش کوده را این مردم هم با این حرفات نه بیدار میشن نه کدام کار دیگه از دستشان میاد این امی کمی منظور دفت شخصی خودت از این کار دیگه بخواین که از تلویزیون بشنوین؟ اگر طریق که میخوایی میتنید با مرد از طریق تلویزیون از طریق تلویزیون اگر نه نبود دوباره زنگ دینم معلوم دار امی کلای خوبی داره باور کنین ما تا این نیسته که میرسیم سر ما قده دنیا خنده و مزاق بشه که ما امی اس کار شدن خود از دست میدیم از این خاطر با شما خواهیگه ایش گپ دانا کدم و دو برنجم ولی اگر یک گپ سخت هم وطنهای میزنم اقار ایش وقت نمیش بگه خاشم که ایش نمیم اما یکی گفتین منظور ما از این تلویزیونی که پیش بکرم و اگر ما و یک وطن پرست باقی هستم چرا در افغانستان مثل مکتب واضح کنم و چرا یک رو بیوره کنم شما به انها و اقسام مختلف میتونین دهی که آیا ما یک وطن پرست واقعی هستم که ما خود ما بدر اما ما دوده سیمان از که از افغانستان ایتا یک روز نیست که ما دوتن خود ما عملا هر کاری که به نظر ما میامد کنم برای وطنم باشه کدم امروز میکنم آیا ایمیتانه برای ما وطن است نه وطن نه ما منعیز یک انسان چیزی که اما ما به یک دست که اگر ما برام یک مکتب بسازم در یک مملکت که حکومتش اسخوش و دستوت و جاسوگش دووج او مکتب تبدیل میشه به قرارگاه طالبان یا تبدیل میشه به یک مخلوق
کویگ از طالبان. صدها و صدها مکتب در طول 15 سال داشته آباد شده و ویران شده یا ایست که امروز به قرارگاه طالب تبدیل در وجه درس و مکتب نیست. طالب ها در وجه به حیث قرارگاه نظامی استفاده میکنند. ما به یک دستم که ما میتونم خود در خدمت یک فامیل قرار بتم، سپانسر شم، کار کنم، نار نجات. یا ما میتونم یک قدم فراتر بگذارم ایوازی که یک فامیل نجات بتم، اگر شد دست به دست هم بتیم وطن خود نجات. نال از اینی خاطر است ما بخش بومه گرفتیم. ای با این مانا نیست که ما وظیفه اولی خودم انجام ندادیم. ما هر وقت دست یک نفر شده گرفتیم با بسیاری ها را دست گرفتیم. دمی امریکا و در اون و به ایمان ها نیست که حال ما فراموش کنیم. اگر شما هزارها مکتب در افغانستان آباد کنید، هزارها دارالمساکین، مردم جز از یک گداییگر بسازیم و کل بدست و قدرت کارش ازش بگیم هیچ کار کرده نمیدونیم. وطن یک جات زیر بنایی کار داره. این حکومت کسی باید ترنگون شد ایوز از یک حکومت خود ما در دفعات کل اسلامی ما را مطرح میکنم با اساس قرآن، کل قوم و نژاد و لسان خیانت های سیاسیون ما را و به این ترتیب یک تفکر یا یک وحدت ذهنی و فکری برای هموطنان ایجاد و ما به یک دست که ما ای را موفق بتانیم ما در واقع انجینیری کردیم ساختمان نجات کشور خود و ساختمان آبادی کشور خود. اینی دلیل است که ما در اینجا هستم. من گفتن امانت ما پیش نمیبرم دیگه، دوستای ما پیش میبرن از ما خانم سبیتا که زیاد کارش خوشبختانه که ما مجبور نیستم و نمیتونم. امیدوار هستم که یک جواب خوب بوده باشه بر شما دوست عزیز. اگر شما هنوزم فکر میکنم و جواب شما را به درستی داده باشه، باز میتونیم در یک روز صحبت و علاوه اگر فکر میکنین که با ما موافق هستین، یه هم خوب است که یاد بگیریم وقت یک اپ باز کنیم یه درست است. چرا بخش منفی اگه ما میتونیم بگیم، اما اینمی بخش دیگر که بگیم گپت مرا قناعت داد اینمی رو ما بسیار کم میشنم. امیدوار هستم که آیست آیست جرات هم شنان دو سایز مال خط باز است. شما میتونین زنگ دو سایزم شفیع عیار هستم روی خط هستین بفرماین. سلام آقای عیار، خوب هستین؟ سلام، خوب هست. همین پیشتر یک نفر زنگ زد تاجه و تلویزیون شما گفت که شما باید یک مکتب رو کنید. بهترین کار را شما میکنید که ذهن مردم را روشن میسازید، مردم از ذهنش آماده میسازید که بخواه خود استار شد و تا تجاوزگرهای خارجی را همیشه بشناسند. این یعنی بهترین وظیفه است. خدا شما را قوت بده که در افغانستان یک تلویزیون جور کنید، مردم ها به دور شما جمع شود، شما مردم را روشن ساخته بودید، تمام حقایق را روشن می سازید. از این که کار نیکو خوب و چیز دیگر هیچ وجود ندارد که شما مردم را آماده می سازید، شما مردم را بیدار می سازید. خدا موفق داشته باشه شما را. خدا حافظ. بسیار تشکر برادر. یک ما درست است و می نظر است ما مردم خود تا آگان است. تا خودت رقم ما فکر ما رقم از کلگی ما یک نظر که موافق اینمی شرایط دار باشه، این اکاس از اقاید جامعه ما باشه تا که ما به این نظر نشیم وطن خود نجات دادن نمید. بنان در پالوی از این که باید به یک کس کمک کنیم، در پالوی از این که دادن یک کتاب باشیم، باید در فکر هم نظر شدن و هم نظر ساختن باشیم.
بفرمایید دوست عزیزم شفیع اگر سلام معرفی کنه. سلام علیکم آقای شفیع اگر. سلام عرض میکنم. زمان هستم از لس‌آنجلس. بسیار خوب آقای زمان بفرمایید. خدمی تصویر کوچک داشت در باره احمد شاه مسعود. بله. من به نظر خودم من حیث یک افغان حیث کسی که از شهر کابل است. در کابل تولد شده من زندگی کردیم. من حیث یک افغان من حیث یک کابلی به این عقیده است که احمد شاه یک قهرمان بود. احمد شاه مسعود یک وطن دوست بود، وطن پرست بود، یک مسلمان بود. اون کسی بود که زندگی خود را فدای آزادی مردم با مهن خدا داشت. و از کسا هستن که در این نظر مخالف هستن. ولی مجموع می توان گفت که آمد شما سوی یک شخص ملی و یک قهرمان ملی بود. و دومی که اگر در دوستای ما زنگ زدن که دیگه کارای شما کسی روشن نمیشه. من میگم یکی از کسایی که با دیدن از این پروگرام های ما این پروگرام های شما روشن شده مخصوص من از پروگرام های شما زیاد یاد گرفتم بسیار مسائل را هم گفتم و اگر بگویم که 80-90% طرز دید من فعلا تغییر کرده یا نت من زیادتر شده یا فهم من زیادتر شده نظر به سراخ دروغ نخواهد بود راست است در قسمت از اینکه چه قسم مردم روشن میشه من میخواستم یک قصه بسیار کوتاه از زندگی خود بگویم وقتی من به امریکا آمدم مثلا سال قبل وقت چهره دوزدرود یکم پانزده سال پیش یا دوازده سال پیش تصادفی باید یک پارک با بعضی که از دوستا اجرا شدیم و کسی برای من گفت که احمد شاه عبدالی یک چپاولگر بود یک داکو بود و یک گفت خداوتر بسیار سرمه بحث بود و میخواستم به امرای زیادم من مشاجره شروع کنم یعنی احمد شاه عبدالی یک قهرمان است احمد شاه عبدالی یک قاطی است یک ایست یک آن بالاخره زیاد بین ما از اونا گفتگوی زیاد شد و در آخر این سر شانه این زد و گفت که بچه تو غیر تاریخ مکتب کنم تاریخ دیگر خواندی من گفتم نه و خدا حاضر است که این گفت از این سیاستر ما تاثیر کرد یعنی این گفت هر گفت که روزاده بود نشویده بودم همین گفتش که سیاستر ما تاثیر کرد و برای من یک چند کتاب رسته سال یک کتاب یک وبسایت بیارم بخواد از با بودم آدم گم شد و این روز من میخوام که پشاه کنم آدم ها دستایش بود که چقدر تاریخ ما تاریخ را که ما در مکتب خواندیم چقدر از واقعیت خود دور است این میست که ما نمیتونیم تفکیک کنیم که قهرمان یعنی چی قهرمان یعنی کی آیا احمد شاه مسعود قهرمان است یا شاه شجاع و ملا عمر و کرسای برنی آیا احمد شاه مسعود قهرمان است یا ملا عمر و گلگودی اگر خود ما خود دست ندیم خود ما تحصیل ندیم و از دیگران یاد نگیریم باور کنیم که به بسیار سادگی میتونیم فریب بخوریم و قهرمانهای تحمیلی سر ما قهرمان شد و تحمیل شد یا فقط میخواستم این موضوع رو بگویم و دومی که تشکر از پروگرامتان تشکر از اینکه زحمت میکشین تلویزیون رو باز کنید و مردم میتونن صحبت کنن گپهای سر خود بگویم جزئیات از شما از تلویزیون و از نهادهایتان بسیار تشکر دوست عزیزم یا دوست های عزیزم یکم ما بر شما دیم برازی که یک کس باییم که قهرمانی شده دهی هر چیز هاست که با هم یک جای میشه یک سمنه که از شکندم و از شمشه زدن نمیشه که دهی دهی بسیار چیز هم وفته که یک گندم جمع بسیار چیز ها که دانه خود مملکتی که اصلا ملت واجد داره بعد ملی واحد نداره بیرق ملی واحد نداره باشه که بسیار سخت یک قهرمان ملی هم داشته باشه ولی در قسمت قهرمانی دو چیز باید اگر یک نفر از مملکت ما بره ممالک همسایه ما را جنگ کنه و در بده و کرده قهرمان نیست بود دو زد یک میاره اگر هر کس دو سزم یک دقیقه روی خط باشین لطفا اگر شما یک کس را در تاریخ افغانستان میخوانین که از سرحدات رفته در یک جای دیگه انداخت قهرمان نیست
اگر یک کس آمده در مملکت ما ما را چور انداخته، ما قهرمان نیست بلکه ما مگر رفتیم اگر یک کس در وطن ما در مقابل تجاوز استاد نشده و نجنگیده و خود آرام گرفته، یک آدم ملی بنابراین یک کار مهم است. ما در تاریخ خواهیم قهرمان که حداقل در کتگوری میتونه شامل شد یا نبوده دیگه چیز است. بفرمایید دوست عزیزم شفیع را از خود معرفی کنید. سلام دوست عزیزم بفرمایید. یک چیزی را که ما منعی سوان کل ما باید که آرش قبول کنیم یک واقعیت که برادر ما یک داره یک برادر یک مثلا ما که چشم کانج خود یه چیز نه که خودت که چشم کانج خود ما به یک طریق میبینم خودت به یک طریق. اما اگر خار شویم موتو دیگه هم موتو دیگه دیده نمیتونیم. چرا تو از جمعی خیزم میری؟ ما از جمعی خیزم اوجه. اما چیزت تو با چشم کانج خود دیگه دیده نمیتونیم و با چشم کانج خود. بنان اگر اینال زبان و گوش خود در اختیار یکی دیگه قرار بتیم میتونیم با اثر مفاهمه و مباحثه بفهمیم که تو کت چشم کانج خود دید. که ما کت چشم کانج خود یک نفر ترکایی کانجه یک نفر دیگه ترکایی کانجه بنانی چیزی که در وسط استاده هر دو شاید این چیز نمیبینه. بعد از 40 سال جنگ خون شار دود ما کل ما این ما کانجه های هستیم که رقم خود میبینیم. این حال جنگ اگر نکنیم بگویم برادر من خواهی نت یک چیز میبینم، تو چه تو یک چیز میبینی؟ احتمال داره که دل یکی دیگه خدا بخواهیم. اما اگه گرفتیم ما سر تو خنده کدم چشم کانج خود چی دیدیم و تو سر ما خنده کنی که ما در چشم کانج خود چی دیدیم، باز ما خودت نه تو مرا میفهمی و من نه تو را میفهمی. باز از سر یک خنده خیلی دیگه مانده باشه شاید هم نمانده باشه در وقت ما فکر میکنم که وقت داریم ما میتونیم زنگ بزنین. اگر زنگ نزنین چرا ما میتونم که یک ساعت گپ بزنم، مگر وقتی که میاین گپ میزنین باز یک تلفن میه امو شیرازه شکسته میشه. شما در این سرک گت شده بودین میرفتین مثلا طرف علی‌آباد که یک شکف بودین، حالا از این بر آمدین طرف شفاخانه چشم میرین ما را یک دفعه بیدین. بنان در هر وقتی که میاید در هر تلفن ما از مسیر خود که روان شده میبرایم. بنابراین ما باید پس یکمک فکر کنم که از ایش شروع میکنیم در ایش جهت. اگر شما زنگ زدین خوب، اگر نه من ایش شفت خرک میکنم که به یک طریق دیگه پیش ببریم. نگفتن امانه که ما دوستایتان در مورد تلفن ما بگوین. باور کنین که ما با یک پیسه که از جیب خود ما میره با به بره روز شب روز کار میکنه کمک پی بایی همی نمره که در ایجه هست 714 است و در برنامه های دیگه میکنم که نمره دونه تون ما را داخل بمانن تا که شما اگر برنامه میخواهید ما بیدید، اگر اعلان میخواهید ما بیدید، اگر کمک میکنین او جبا با باور کنیم ما خودم شخصا با احتیاط معدود قادر نمی باشیم همین کارا را که دست باید به دست دیگه گذاشت و شانه های در کنار شانه های دیگه و گام های که ما هم جنگ
چیزی آسان نیست. تعلیم از این مشکل، فهماندن از این مشکل کار آسان نیست. ما مشکل‌های مختلف داریم. یکی از هموطنان ما از جمله یک مشکل روانی دارن، ناراحت میشن. اگر یک کس یک موفقانه پیش دمو کشت میکنم اندازه. ما یک رفیق داشتم، یک وقت یک آقا تیر شد، روز ما استاده بودیم. بفرمایید دوست عزیزم شفیع ارسالت هست. سلام آقای ار. سلام عرض میکنم، بفرمایید. من شما را دعوت دارم به زندگان روز که بعد از ختم یک پروگرام از طرف ترتیب شده با مناسبت شهادت احمد شاه مسعود روز شهادت روز که اگر وقت داشته باشن و علاقه داشته باشن میتونن که در دلیل کنال ست بود بشنوان. بسیار خوب. و به غیر از اینکه نارمی طرف سلک رود است چون این تلویزیون یک تلویزیون مرزی و حالا میخواییم که پروگرامات در خود ما باشه و بعد نوانده های عزیز همشان نوان اونان هم در آخر بعض ویدیو و بعض هایی که در باره گفته میشه اینا میتونن که اگر شعر داشته باشن پارچه شعر داشته باشن او را هم زنگ بزنن. منظور شما دمی برنامه است؟ منظور شما دمی برنامه که امروز دارین است؟ دمی برنامه که بعد از شما میشه در رابطه با شهادت احمد شاه مسعود. تا خوبه هم میتونید شدید شما و مجرد اکترام شما خطم شما خواهد پنج اختار میشه و بعد از او همه پروگرام شما میشه و ما یک خواهش خوارانه از امو برادر عزیز وطن ناظرینم که یک فکر فکر میکنم معلومات زیادتر نداشت درباره شما تو اونا از من ببینن امی پروگرام که آقای میگن که چه قسم آگیاش بود چه کرد و چه قسم مادر دو بلاخره به شکلات داشتن از امونا باید یک بارشون اخوایش بکنم که از همین پروگرام رو بکنن. خب حتمی دوستان ما مشنوان و ما یقین دارم که یک یاد علاقه مند هستن میبینن یک یاد برای برنامه از خودشان یک معلومات رفت کنند. یعنی ما نمیگیم معلومات ما میدید درست حداقل شما ببینه نمید. شما خلاص دین سبرینا جان؟ بله. و یک چیز دیگه آقای ایار که بس بگیم که ما درست بگیم و نمیدیم که همش یوانیز که از زمان خود و خود بود است. ما از خود صحبت که بگویم کار کردن و یا بریختن و یا ایسا و تو را نمید. همش بس بود. جا. جا خوب تبید. شکر آقای. عبت شده. هموطنان ما یک مشکلی که در افغانستان داریم گپر که با مزاج ما برابر نیست نمیشنیم. مثلا ما خود همیشه یه وظیفه رو میدم یک آدمی که مخالف از یک دیگه وقتی میبینه مامور یک دفعه گوش بشه که او فامیده باشه من نفامیده باشم و خصوص که ما اینجا یک منفعت مشترک داریم کار باید بفرمایید دوست عزیزم شفیع ایار است. سلام دارتم آقای شفیع عیار. سلام باشم. دارتم خوب هستم شما. تشکر دوست عزیزم خوب هستم. فضل خدا. قربان شما من در آخر برنامه تان یک شعر دارم میخوانم و تا آخر خود معرفی میکنم باز. بسیار خوبه بفرماین. این به مناسبت شهادت احمد شاه مسعود است. بفرماین دوست عزیزم. وای پور وطن برخیز. وای والا گوهر ای مظهر ایمان. بفرمایین هستین ما شما را گوش میکنم. در تلویزیون خود نیستی؟ ای در تلویزیون هست بله. بله. تو ای پود وطن برخیست تو ای والا گوهر ای مظهر ایمان تو ای مرد ابر از پوده دوران تو ای مسعود ای سرکرده خوبان تو ای پود وطن برخیست نمی بینی که میهن سخت دیوار است
همه سقیقت هست، سیر و تلسم گنج و دینار هست، حیات و بامیان و بلخ و بغلان هست، سر پل فاریاب و غور و ینگان هست، به هر کوی و به هر برزن، به هر شهر و دیار تو، صدا و شور و های و هوی زخاقان خونکار هست. وای پور وطن بعد یک بار دیگر هنگامه رزم است و پیکار است. وای پور وطن برخیز، دشمن باز با زور و زر و مکر و فریب خیش پای تشخیر کاخ و قصد و ایوان است، پای تشخیر تاج و تخت و دیوان است. گدای چند شام خفتند در مستر شاهی، گدای چند شام خفتند در مستر شاهی، شغال چند روز می کند مشق شهنشاهی. نمی گفتم که این پیر خرف مدهوش و بیمار است، نمی گفتم که این عجوبه شاگرد شیطان است، بهی و فارغ از اندیشه انسان و ایمان است، اسیر پنجه های شیادان دوران است. وای پور وطن برخیز، نمی گفتی که دشمن سخت تیار است، نمی گفتی که طالب خصم خونخوار است، نمی گفتی که این خیل ستمگر نوکر دینار و کلدار است، نمی گفتی نفاق و کجدوی خصم تبکار است، نمی گفتی هزاره تاجیک و پشتون رفیقند و برادر، یک کش و یک آیین، یک خاک و یک کشور. نباشد فرق بین ازبک و ایماق، نباشد فرق بین ناوال و رستا، نباشد فرق بین لوگر و کابل، نباشد فرق بین کندز و زابل. همه پرورده و فرزند این خاکم، همه گیزاده این میهن پاکم. وای پور وطن برخیز، بگو صد مرحبا بر روی آن سرباز، میر از مد شرستم در صف پیکار، ولی این رهزنان خار و بیمقدار، همه دوستند از او هم نان و هم افزار، هزاران لعلک حق باد بر این حاکم شاکر دیار، به سر می سایدن در آستان دشمن غدار، پشیز می فروشد افتخار سلو و دستار، و شرم از خلق دارد نه حیا از خالق جبار، گیوتین می سزد بر حلق این نامرد بدکردار، گیوتین می سزد بر حلق این نامرد بدکردار. وای پور وطن برخیز، برانداز کاخ استبداد این جلاد، بکن این ارگ را بیخ و بن ویران، و پاکی عدل و دار از سر، همه کور و کر و لالند، همه آزوخ خور آخور ابلیسند، بخواب آرام ای پور وطن آرام، بخواب آرام ای پور وطن آرام، دوباره آغاز شامخ پامیر و مای عدل در پرواز خواهد شد، دوباره صدای الله و اکبر از فراز بام ها تنین انداز خواهد شد، دوباره دره ها، دوباره دره ها و شهرها و روستاهای خراسان است به یمن همت آزادگان آزاد خواهد شد، دوباره این وطن آباد خواهد شد، سر و سامانه دشمن همه برباد خواهد شد، همه برباد خواهد شد. یک جان تشکر از لطفتان که ما موقع دارید. خواهش میکنم، اما خودم معرفی نکنم. نعیم کبیر است سید. آقای نعیم کبیر چال دارید؟ صحت شما خوب است؟ خوب است، صحت هم خوب است. بسیار شعر زیبا آقای کبیر. چال شدم، بسیار تشکر کردیم. مهربانی کردیم سید، لطف کردیم. امان خدا و برنامه ما به پایان میرسه. این شعر زیبا آقای کفه و شهادت که برنامه ما است. شما را تا